به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم ایام ماه مبارک رمضان با صحتمندی و سلامتی و اخلاص کامل سپری شود و آرزومند هستم که همیشه بیننده برنامه های مختلف تلویزیون خورشید باشین که امروز سال ششم از کار تلویزیون خورشید میشه. بر تمام دستان در کارایش و مسئولین این تلویزیون تبریک میگم و امیدوار هستم که بتونیم از این تاریخچه بر شما خدمتی بکنیم و مفید واقع شویم بر جامعه خود ما. امروز هم در کنارتان هستیم در برنامه رسم زندگی شما، بیننده ما بمانین تا پایان برنامه. موضوعاتی که مختلف انتخاب میشه نظر و درخواست شما عزیزان ما تقدیمتان میکنیم و پل های ارتباطی ما هم در خدمتتان هست. 488 بعد از او کلید 47 رخنامه برنامه رسم زندگی که صفحه فیسبوک ما را میتونین که فالو بکنین، یعنی تعقیب بکنین، موضوعات از این طریق دریافت بکنین و نظرتون با ما شریک بسازین. پرسش هایی که مطرح میشه حتما مد نظر گرفته میشه و در کنار 0220-1093 شماره تماس هست که شماره مستقیما با برنامه وصل میسازه. اگر پرسش دارین میتونین که با ما هم در جریان بگذارین. اخیر هفته هست، یعنی در روز پنجشنبه، موضوعات صحی بیشتر مد نظر گرفته میشه در برنامه رسم زندگی و امروز هم در ارتباط با موضوع خیلی مهمی صحبت میکنیم که برمیگرده صحتمندی و روان، ارتباط مستقیمشون با چه کسایی گفته میتونیم که صحتمند هستن از نگاه روانی در اجتماع، در بین خانواده و حداقل در بین چند فردی که بنده نظر گرفته شده. تمام این موارد امروز بحث میکنیم. جناب دکتر صاحب سید کمال جلال، متخصص امراض اعصاب و روان در کنار ما هستند. صحبت های بیشتر واگذار میکنیم به ایشان و اگر پرسشی دارین پل های ارتباطی ما هم در خدمتتان هست. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، شما هم صحتمند و سر حال باشید دوستا هم. و سال ششم کار از تلویزیون خورشید است. به مسئولینش، به کارکردانش، به تمامشان از صمیم قلب برشان تبریکی میگم. سلامت باشین بتوارین. و در پالش 11 جوزا روز کودک هم است. و با تمام کودکای افغانستان که متاسفانه رنج دیدن، عذاب دیدن، برای کلشان روز کودک تبریک میگم و خدا کنه که همشان صحتمند و سر حال و روز کودک. فردا روز کودک. روز کودک هم است. بله. بله، ما هم میخوایم که از دریچه خورشید این روزه برای تمام کودکان عزیز تبریک بگیم و از خانواده ها خواهش داریم که با یک تحفه خیلی کوچک، با یک لبخند و یا یک تبریکی میتونن که از این روز تجلیل بکنن تا فرزندانشون روحیه بگیره و یک آینده خیلی درخشانی داشته باشن ان شاء الله و در کشور ما هم صلح باشه تا بتونیم از چنین روزهای به گونه درستش تجلیل بکنیم. در ارتباط با موضوعی که امروز انتخاب کردیم، صحتمندی و روان، موضوعی هست خیلی مهم و در جامعه کنونی ما مشکلات روانی خیلی زیاد شده. پس یک تعریف مشخصی از صحت داشته باشیم، بعد از او ارتباط مستقیم شه با روان هم میشنیم. ببینیم معمولا صحت تعریف های متفاوتی شده برش. WHO تعریفی که میکنه یا سازمان صحی جهان و تعریفی که تقریبا قابل قبول بر همگی است، او میگه که صحت رفاه اجتماعی، جسمی و روانی است. صرف فقدان بیماری یا فقدان یک معلولیت به معنای از این است که ما صحت نداریم. وقتی که ما سر صحت صحبت میکنیم، هم باید صحت جسمی داشته باشیم، هم صحت اجتماعی داشته باشیم و هم صحت روانی. فقدان بیماری یا معمولا طوری برداشت میکنن که اگر ما یک عضو ما درست کار نکنم و یا مریض باشیم، به معنی که ما صحتمند نیستیم، مریض هستیم. اگر ما به این تکیه کنیم، در پالش ما صحت روان هم باید برش یک تعریفی داشته باشیم. صحت روان میگن که وضعیت رو میگه که شخص از توانایی درونی خود آگاهی داشته باشه، شناخت کامل از توانایی خود داشته باشه در مقابل فشارهای روزمره. او فشارها هر چی باشه، چی اقتصادی باشه، چی امنیتی باشه، هر چی باشه، بتونه که سازش کرده بتونه، یعنی بتونه که او را تقریبا حل کرده بتونه و در جامعه نقش فعال خود داشته باشه، یعنی به شکل فعال کار کرده بتونه و سهم فعال خود در جامعه داشته باشه. یعنی اگر که ما میگیم که از لحاظ روان صحتمند است، بله، تقریبا چهار میاره برش قائل بشن. یک، از توانای درونی خود باید شخص آگاهی داشته باشه و از او به شکل درست استفاده کرده بتونه، یعنی اصطلاح انگلیسیش اما ability را باید داشته باشه. در پلیزی که ایره داره، در مقابل فشارهای روزمره، فشارهای روانی یا استرسایی را که انواع و اقسامش است، او را شناسایی کرده بتانه و با اونمو مبارزه کرده بتانه یا قابل سازش داشته باشه. و معیار سومش این است که به شکل فعال کار کنه در جامعه، روزمره باید به شکل فعال کار کنه و در اجتماع سهم فعال خود داشته باشه یا نقش فعال خود داشته باشه.
یعنی میارد بالاخره ما میگیم که شخص از لحاظ روان صحتمند است. بله دقیقا. پس از نگاه روانی بیشتر مشکلاتی را در جامعه میبینیم. آغاز مرحله از کجا میتونه باشه؟ از همون مرحله طفلیت یا گفتم میتونیم که بعد از تولد یا قبل از تولد؟ ببینه اگر ما سری صحبت کنیم که بالاخره چی گپا باعث میشه که یک کسی از لحاظ روان مریض ما کرده بگیم، اینجا نظرات متفاوتی است. بله. دو مشکلی بسیار عمده را که بالاخره ما در جریان علت و عوامل امراض روانی که دست پاش نرم میکنیم در دیگه شعبه طب هم است، مگر اونجا زیادتر احساس نمیشه، زیادتر در قسمت احساس میشه. یک احتمالاً که مشکلی که باعث ایجاد اختلال روانی پیش کس شده، شاید مثلا امروز یک کسی از 20 ساله و یک مشکل نیوروز است یا مشکل یک عصبی و روانی که داره، احتمالاً که علت در دوران کودکی زی باشه. و یا هم بعض وقت اینا برای ما بسیار مشکل است که ما سر علت دوران کودکیش در 20 سالگی سرش صحبت کنیم، و یا هم بعض وقت یک علت مشخص، مثلا کودکی که از مهر مادری محروم میشه در دوران کودکی، میتونه که در آینده باعث ایجاد افسردگی، باعث ایجاد وابستگی به مواد مخدر، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، حتی خودکشی پیش نقش داشته باشه. و یا هم بعض وقت میتونه که چندین عامل، مثلا افسردگی میتونه که از باعث عوامل ژنتیک به وجود بیاد، میتونه که از عوامل روانی اجتماعی به وجود بیاد و اینم قسم تاخر عقلی و معلولیت ذهنی. بنان وقتی که ما سر عوامل امراض روانی صحبت بکنیم، از لحاظ سیر تقویمی باید ما او را ارزیابی کنیم. سه وضعیت جمع زیادتر ارزیابی میکنیم: یک، عوامل مساعد کننده یا عوامل مستعد ساز. دو، عوامل آشکار ساز. بالاخره عواملی که مرض باعث دوامش میشه یا عوامل دوام دهنده. ده عوامل آشکارساز که باعث ایجاد از این اختلالات به شخص میشه، ما میتونیم که این عوامل از مدوره حیات امرای مریض امرای شخص است. از جمله مثلا ساختار ژنتیک مثال بیاریم، ساختمان ژنتیک ما شما، یا فاکتورهای داخل رحمی. بسیار امراض است که شروعش از حیات داخل رحمی است، اونم نمایی که کودک داخل رحم مادر است، و یا هم مشکلاتی که در جریان ولادت کودک را که امراض دست پاش نرم میکنه یا روبرو میشه. این موارد برمیگرده به قبل از تولد، یعنی فاکتورهای مساعد کننده است، فاکتورهای مساعد ساز است. میتونه که مثل که از لحاظ ژنتیک میگن مثلا کسایی که اختلالات دو قطبی دارن یا بایپولر دارن، میگن که اگر یک والد مبتلا به نیمی اختلال باشه، 25% شانسش است که یکی از فرزنداش مبتلا به اختلال شوه. و یا هم اگر هر دو والد مبتلا به اختلال باشه، پدر مادر مبتلا به اختلال باشه، یعنی بین 50-75% شانس است از لحاظ ژنتیک که کودکانشان مبتلا به نیمی اختلال دو قطبی باشن. بله. یعنی ساختمان ژنتیک، حیات داخل رحمی، فاکتورهای اجتماعی، یک کسی که پدر مادر خود از سمته، یعنی یا مثلا ژنتیک اسکیزوفرنیا یک اختلالی است که از لحاظ ژنتیک در مرحله اول پیش بستگان درجه اول زیادتر دیده میشه. سن مثلا یعنی میشه زفرن در پیش جوان و نوجوان بیشتر دیده میشه نسبت به کودکا. و یا هم فاکتورهای آشکارساز. چگونه میتونیم تشخیص بکنیم مثلا در مرحله که قبل از تولد است و مشکلات ژنتیکی دارن، در همون مرحله علائمی از خودشان نشان بدن همون کودک که ما از او تشخیص بتونیم که آیا این مشکلات روانی دارن؟ شاید در مرحله اول بتونه تداویش هم به گونه آسان‌تر باشه. در ارتباط با این موضوع شما میشنیم دکتر صاحب، شما هم بیننده باشین. 0220209 در اختیارتون هست. اگر پرسشی دارین با دکتر صاحب در جریان بگذارین. بعد از تماشای چند آگهی بازرگانی برمیگردیم. ادامه برنامه رسم زندگی از موضوعی که امروز انتخاب شده برمیگرده به مشکلاتی که در جامعه ما بیشتر دیده میشه، خصوصا در یه آخر مشکلات روانی در بین افراد بیشتر ما میبینیم و احساس میشه و کودکان خصوصا با این مشکلات دست پنجه نرم میکنن. میخوایم از دکتر صاحب در ارتباط با راههای حلش بشنویم. در ارتباط با پرسشی که قبل از وقفه مطرح شده، میخوایم از دکتر صاحب بیشتر بشنویم این که راه حلش برمیگرده به چی و مرحله تشخیصی در مرحله نخست بر کودکان چگونه میتونه باشه. ببینه معمولا به خاطر تشخیص اختلالات روانی، مثل که در علتش بعض مشکلات رو ما داریم، مثلا یک شخصی که از باعث عدم مهر محبت مادری از اون محروم شده و بالاخره مبتلا به افسردگی در سن 20-22 سالگی شده. بله. یکی از دلایلی که بعدا شاید بیشتر دوستا هم ناراحت و خفه باشن که ما چرا به شکل قطعی خوب نمیشیم، دلیلش است که فاکتور یا عواملی که باعث ایجاد اختلال شده چندین سال قبل بوده
دو بعض عوامل هنوز به شکل درست واضح هم نیست، با وجودی که در این عرصه بخش صحت روان کار بسیار زیاد شده، در دیگر دنیا بسیار زیاد کار شده، سر از اون محققین باید برای بیشتر اختلالات روانی علت مشخصی را ندارن. چندین فاکتور باعث ایجاد اختلال میشه. این حالا وقتی که ما سر بهبودی هم صحبت میکنیم، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای بیولوژیک، خصوصا عدم تعادل بین آخذه‌هایی که در مغز وجود داره باعث ایجاد اختلال میشه. فاکتورهای محیطی و فاکتورهای اجتماعی، مثلا ببینید یک کسی افسرده است، فاکتورهای ژنتیک، فاکتورهای آخذه‌های مغزی خصوصا نقش سروتونین زیادتر مطرح میکنن و فاکتورهای اجتماعی، مثلا خود افسردگی باعث انزوای اجتماعی میشه. خود انزوای وقتی که شخص کار خود از دست میده، احساس لذت از دست میده، این انزوای اجتماعی بالاخره باعث میشه که مرضش دیگه هم زیاد شود، تشدید شود. یعنی این انزوای اجتماعی منعیسه یک فاکتور دوام دهنده مرض دیگه هم طولانی تر میسازن. این حالا به خاطر هر مرض ما از خود معیارات مشخصی را داریم. این یک چیز دیگر هم میخوایم که ما اشاره کنم. بعضا در جامعه ما شما میگن که تکلیف های روانی بیش از حد زیاد است. نه، بین اختلالات روانی و بین مشکلات روانی اجتماعی باید ما یک تفکیک قائل شویم. ما به خاطر هر اختلال روانی مشخصی که از خود اعراض علائم و کریتریای مشخصی داره، چیزی را که تفکیک میکنه که اختلالات روانی بالاخره چی است و مشکل روانی چی است. یعنی به این معنی نیست که هر کسی دق بود ما بگیم که افسرده است، هر کسی که خواب نداشت ما بگیم که اختلال خواب داره، و هر کسی که تشویش داشت ما بگیم که بالاخره اختلال استرابی داره. هیچ شدت اعراض باید ما ارزیابی کنیم، بسیار مهم است. مدت زمان اعراض باید ما ارزیابی کنیم، بسیار مهم است. و بالاخره مثلا در افسردگی، بر علاوه که مریض خلق افسرده داره، اشتیاش مختل شده، از زندگی لذت نمیبره، خوابش مختل است، توجه و تمرکز نداره، در پالش مدت زمان اینمی اعراض بسیار مهم است که حداقل بیش از دو هفته باید دوام کرده باشه. کم از کم بعضی کسا هستن در صورتی که خسته میشن از اون زندگی متواتری که دارن، باز افراد دیگه برش تشخیص میتن، میگه شما افسرده هستن و او خستگی مد نظر گرفته نمیشن. بله واقعا اینا شاید یک روز یک کسی از باعث امورات یا می خود یک روز بسیار خسته کننده را سپری کرده باشه و دیگر نارام است، ناراحت هم است و عصبی هم است، یا یک کسی طبیعتا خواهش از لحاظ کیفیت و کمیت پوره نیست، صبح که میخیزه عصبانی است، نارام است، یا در خواندن و نوشتن مشکل داره. این به این معنی نیست که ما حکم کنیم که مریض است. اینا در افسردگی حداقل اعراض باید بر بیش از دو هفته دوام کرده باشه و در دو هفته اعراض هر روز، بر علاوه که هر روز در سنه ها کم است، باید شده باشه که در زندگی روزمره مریض تداخل ایجاد کرده باشه. به این معنی که شخصی که محصل است به درس خود رسیده کرده نمیتونه، اگر مدیر مامور است افت عمل کرده شغلی و تحصیلی پیش ایجاد میشه. یعنی در مجموع کیفیت و کمیت زندگی شخص مختل ساخته. یعنی باید ایناله در جامعه ما شما مشکلات روانی اجتماعی بیش از حد زیاد است. فقر است، ناامنی است، مشکلات اقتصادی است، جنگ است. بیشتر کودکان شاید دوره 10 سالگی یا 11 سالگی و دوره کودکی بستگان در جوال خود دست میتن، اقارب خود دست میتن. اینیا یک اندازه مشکلات روانی اجتماعی ما شماست. در جامعه که مشکلات روانی اجتماعی باشه، در این شکلی نیست که اختلالات روانی هم بیش از حد زیاد است. مثلا میگن که در دنیا، در اروپا و امریکا، در کشورهای غربی اروپایی، از هر 4 نفر یک نفر شاید مبتلا به، در طی زندگی خود، در طول زندگی خود یک دفعه مبتلا به یک نوع از اختلالات روانی شده باشند. مگر در افغانستان شاید قضیه برعکس باشه، یعنی شاید بیشتر از نیم نفوس جامعه، اگرچه آمار را که تقریبا ببخشید چند قبل وزارت صحت عامه اعلان کرد، گفت که حدود 67% جامعه شاید مختل اختلالات روانی داشته باشه. نظر به مشکلاتی که در اجتماع ما میبینیم فعلا هم تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. تماسشون متاسفانه قطع شد، نتونستیم که پرسششون رو بگیریم به خاطر تاخیر وقتی که خودشون ایجاد کردن. دکتر صبح، بپردازیم به این موضوع که مشکلاتی که در اجتماع ما هست از بعد اقتصادی و ناامنی هایی که هست، این چقدر میتونه بر روان کودک تاثیرگذار باشه، خصوصا کودکانی که در مرحله اولیه رشدشان هستن و بیشتر بر این موضوعات اینا تاکید میکنن و خانواده های عزیز همچنین مثلا در خانه زیاد مد نظر نمیگیرند، تمام خبرها در پیش همو طفل گفته میشه و خبرهایی که ناگوار هست و باید یک طفل نشنوه، یک کودک نشنوه، بیشتر گفته میشه و این موضوعات بیشتر در افغانستان مد نظر گرفته نمیشه. ببینیم، من بسیار از مثال کوچک خودش میگم.
یک تحقیقی که جدید حدود 6 ماه پیش در بریتانیا صورت گرفت، پیش از کودک 6 ماه میگن اگر پدر و مادر یک پرخاشگری فیزیکی داشته باشن و کودک در گهواره خود استراحت باشه، این می پرخاشگری باعث افزایش حرکات قلب کودک میشه، یعنی حرکات قلب کودک بیش از حد زیاد میشه و باعث افزایش سطح هورمون استرس که معمولا به نام کورتیزون یاد میشه. یعنی یک پرخاشگری بسیار عادی بین پدر و مادر. تماس دارم دکتر، با معذرت صحبت شما رو قطع میکنم. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، من الله شما شبین تا فاملی. خیلی خوش آمدی برادر عزیز، بفرما. یک سوال داشتم از جناب دکتر صاحب. بمی تقریبا 5 سال میشه زیادتر سرما و عمله میزوف میکنم. تو مشخصا جای حمله معلوم است برادر، یعنی که هر جای حمله آمد سرطان مه بیرون خانه صبح شب چاش هر وقتی که باشه؟ نه، هر جایی که باشه تو مشخص جایش معلوم نیست، هر جایی که باشه حمله میاد سرم. و خودت شعور خود از دست میدی، بیهوش میشی؟ بله بیهوش میشم دیگه، دمی سرمون در خود در تسلیت تو ضربه دیده زیاد. براتون معلومات میتم، تشکر. ممنونتون، لطف کردن تماس گرفتن. بفرمایید دکتر صاحب. داخل برادر اشاره کرد که سر ما هم ضربه دیده، درست؟ دوران طفولیت، ضربان جریانی که وقتی که کودک تولد میشه هم باعث ایجاد مشکلات عصبی و روانی میشه و بعد از کودک الی 5 سالک است. ما یک وقت یک چیز را به نام شکن بیبی سندروم توضیح داده بودم، یا سندروم که بعض وقت ما شما از روی لطف و محبت کودکایی که 1 ساله و 2 ساله هستن در بغل خود میگیریم بجلو و عقب حرکت میتیم، بالا و پایین حرکت یا بالا و پایین مندازندش. هنوز اینی حالت که باعث تکان مغز میشه، حتی باعث ایجاد خونریزی هم میشه. لطفا کسایی که برنامه را میبینن بسیار احتیاط کنن که کودکای خود در این سال به رقم تا الی 5 ساله که نشدن به رقم حرکت نتن. یعنی می یک تکان برادر چیز را که سوال کرد، احتمالا که مبتلا به چی باشه، نوع تشنج حدس میزنم، یا میرگی یا اپیلپسی. 5 سال است که از آمدن حملات شکایت داره و دلیل یکی از دلایل اپیلپسی خود ضربه سر است. یعنی میتونه یک حمله که در یا یک حادثه ای که اینا در دوران طفولیت سپری کرده باشن، این در دوران جوانی اینا تجربه بکنن، مشکلاتی برشون ایجاد شه. یکی از دلایل عوامل ایجاد کنند اختلالات روانی ضربات جریان ولادت است. اینمی میرگی را که احتمالاً که برادر بهش مبتلا باشه، از ضربه سر که شاید یا در جریان ولادت سرش ضربه ایده و یا هم در وقت زمانی مخفی یک سالگی و دو سالگی. اینا مهمی است که آیستا آیستا شاید یک کس نظر بی که کدام قسمت مغز صدمه ایده و شدت ضربه چی بوده، اعراض علائم شروع میشه و احتمالا که برادر مبتلا به میرگی است و میرگی یک مشکلی که داره حداقل بین 3 الی 5 سال منظم باید مریضا دارو مصرف کنن. تماس داریم دکتر صاحب، با معذرت. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمده. صدای ما را دارین صحبت بکنیم. صدای شما رو ما درست نداریم، میشه که یک موقعیت خوبی را انتخاب بکنین تا ما بتونیم صدایتون رو واضح بشنویم، سوالتون رو بگیریم. بله میشنویم، بفرمایید. ما از طرف شما خواهی میکنم، اول سلام دوستم سلام شما سلام سلام درد میکنم متاسفانه که ما نمیتونیم صدایتون رو درست بشنویم، فقط همه قدر فهمیدم که صبح وقتی که خواب میکنن و بیدار میشن سردرد هستن و این سردردیشون به گونه دوامدار بوده. ببینید بیشتر کسا که خوابشون از لحاظ کیفیت و کمیت درست نیست، صبحانه که میخیزن با یک سردردی میخیزن، کمیت و کیفیت به این معنی که شاید هم اکثر کسایی که مشکلات تنفسی در جریان خواب دارن، یک چیز بسیار ساده و عامش به نام خورپوف زیادتر میکنن در از طرف خواب. صبحانه که میخیزن، چون این خورپوف از باعث مزدود شدن قسمت طرق تنفسی علوی است، یعنی صبحانه که مریض از خواب میخیزه، چون اکسیژن به مغز خوبتر نرسه، صبح با خستگی میخیزه از خواب، با سردردی از خواب میخیزه، در پلو شاید عصبانیت هم داشته باشه. میشه که اگر خورپوف داره برادر با دکتر صاحب گوش و گلین در مورد صحبت کنه. بعضی کسان هم
مشکلات سندروم پاهای بیقرار دارن، هم میتونه کیفیت خوابشان خراب بسازه. بعضی کسا اختلالات خوابگردی دارن یا پارسومنیا دارن، تجربه نامطلوب در جریان خوابی هم میتونه که کیفیت خواب خراب بسازه. و کسای دیگه اختلالات متنوع به حرکی اندام ها دارن یا هم میتونه که باعث ایجاد اختلال خواب شوه. شاید هم که کمکاری غده تیروید او هم میتونه که یک دلیل باشه، حتی فقر آهن، کمخونی. یعنی دلایل متفاوت باعث ایجاد از این حالت ها میشه. خوبتر است که هم از پیش دکتر صاحب گوش و گلون اگر خور پف داره، در غیر از این میشه که با یکی از دکتر صاحب های عصبی در این مورد صحبت کنه برادر. در ادامه صحبت ها برمیگردیم. در مرحله کودکی که گفتم مشکلاتی که در مرحله کودکی فرد دچار میشه یا در مرحله جوانی بارز میشه که برادر عزیز ما هم چنین مشکلی را داشتن، چگونه میتونیم که مشکل برطرف بسازیم با داروهایی که گرفته میشه یا صحبت هایی که توسط روانشناسا میشه، چگونه میتونیم حل بسازیم؟ ببینیم مهمی است وقتی که یک ضربه که به مغز وارد میشه باعث کدام اختلال میشه. مثل که برادر اشاره کرده بود که آلک از آمدن حملات شکایت داره. بله. شاید که مبتلا به تشنج یا عمو میرگی باشه. این حال میرگی باید حد اقل 3 الی 5 سال یک مریض باید دارو مصرف کنه، منظم باید دارو مصرف کنه با دوز منظم. چیزی که بسیار مهم است، ایجا یک مریض شاید پیش دکتر صاحب میره، دکتر صاحب تشخیص میکنه، حداقل یک هفته که دوا میخوره یا 4 هفته که دوا میخوره قابل قبول برش نیست، دوای خود قطع میکنه. ببینی در بهبودی تنها دکتر مسئولیت نداره. بله. خود مریضدار هم مسئولیت داره. اینمی برادر که از 500 فامیل زنگ زده بود باید حد اقل 3 الی 5 سال دارو را زیر نظر یک دکتر تداوی کنه. ما مطمئن هستیم که ما بهترین متخصصین داریم در هر عرصه، خصوصا در بخش روان اعصاب خود، زیر نظر یک دکتر تداوی کنه و منظم تداوی کنه. حد اقل اگر 2 سال یا 3 سالی برادر منظم دوا بخوره، متباقی زندگیش بدون تشنج خواهد بود. امروز تشنج بسیار به سادگی حل میشه. پیش یک کودک دیگه شاید که نمی تشنج یک مشکل دیگری به وجود آورده باشه. حالا مهمی است که کدام عارضه را از باعث که به مقصد ما وارد شده به وجود آورده. معلولیت ذهنی یا تأخر عقلی یک مشکل دیگه است که متاسفانه باعث ایجاد اختلال پیش از کودک میشه. کو باز از خود روش های تداوی و درمان خود داره. در جامعه ما کمی صحبت بکنیم، این که چنین مشکلات در جامعه دیده میشه و بیشتر میشه، نظر و آمارگیری که صورت گرفته بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته. پس در مورد راه حلش هم بیشتر صحبت بکنیم، نظر و موضوعات امنیتی و اقتصادی چنین مشکلاتی که در جامعه ما هست و هر روز تجربه میکنیم، چگونه بتونیم که از نگاه روانی خود ما را یک فرد سالم نگه بداریم و حداقل در حد متوسطش بتونیم که زندگی خود ما را خوب پیش ببریم. ببینید سحر جان، یک مشکلی که ما و شما در جامعه داریم او ای است که امیال هم نظرات خرافات نسبت به اختلالات روانی متاسفانه هم در جامعه است. دقیقاً. هم در سه امراض روانی و هم در سه امراض عصبی. امروز اینمی اپیلپسی را که برادر زنگ زد، اینمی میرگی یا اپیلپسی را امروز هم فکر میکنن که از باعث جن به وجود میاد. درست؟ تقریبا 2500 سال قبل از امروز نظرات خرافاتی نسبت به امراض عصبی وجود داشت و متاسفانه در کشورهای اروپایی و غربی اوج اصلاح شد و مگر بدبختانه در کشور ما هم است. من امروز هم مثالی بسیار زنده و برجسته شده دارم که مثلا ما مریض داریم که حداقل مبتلا به نوعی از تشنج بوده، با مو روش های سنتی و قدیم دست پای مریض بسته کردن، مریض در تاریک خانه انداختن. ببینید تا وقتی که ما جامعه را آگاهی ندیم و از امراض روانی آگاه نشن، متاسفانه مشکلات روز به روز زیادتر خواهد شده. در صورت که آگاهی کامل نداشته باشیم چنین مشکلاتی میتونه دوامدار باشه. ممنون، سپاسگزار از اینکه در برنامه تشریف آوردین. سلامت باشیم. ممنون از شما. سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان، کسایی که بیننده برنامه رسم زندگی بودین. برنامه رسم زندگی رو میتونن از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا بکنین و پیام هایتون از طریق پلای ارتباطی برنامه رسم زندگی هم بر ما ارسال بکنیم. ما حتما به تمام پرسش های شما عزیزان پاسخگو می باشیم. التماس دعا از هر یک شما عزیزان داریم. تا درود دوباره، بدرود.